به نام خدا و با عرض سلام بر ساعت خبر از یک خوش آمدید. 28 طالب در نتیجه چند عملیات نیروهای امنیتی و ائتلاف بین المللی در کشور کشته شدند. وزارت داخله در خبرنامه نگاشته است که این عملیات ها در جریان 24 ساعت گذشته از سوی نیروهای امنیتی و ائتلاف بین المللی در مربوطات 12 ولایت کشور انجام شد. خبرنامه می افزاید که 10 طالب دیگر از اثر این عملیات ها زخم برداشتند و 7 تن آنها بازداشت شدند. چهار ماین گذار و یک گروه ازمربوطات باز مربوطات ولایت ننگرهار بازداشت شدند. اداره امنیت ملی کشور در خبرنامه نوشته است گروه چهار نفری ماین گذاران در ننگرهار که از مدت ها به این سو در ماین گذاری ها دست داشتند توسط نیروهای امنیت ملی بازداشت شدند. خبرنامه امنیت ملی می افزاید که یک گروه ازمربوطات که در بدل ربودن افراد از خانواده های آنان پول می گرفتند از مربوطات ولایت ننگرهار بازداشت شدند. 5 طالب در جریان عملیات نیروهای پلیس در ولسوالی گرشک ولایت هلمند کشته شدند. این عملیات مشترک نیروهای پلیس و ارتش ملی که روز گذشته در ساحه یخچال ولسوالی گرشک هلمند رواندازی شد هنوز هم ادامه دارد. معاون هماهنگی فرماندهی پلیس هلمند میگوید که افزون بر کشته شدن 5 طالب 9 فرد دیگر زخم برداشتند. هوتک افزود که در این عملیات 2 سرباز ارتش و 2 پلیس نیز زخمی شدند. اما یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود گفت که در این عملیات 3 پلیس کشته و 2 تن زخم برداشتند. کمیسیون مستقل انتخابات تغییر اندک در تعیین جدول زمانی برای اعلام فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را میپذیرد، اما تغییر بیشتر در این روند را چالش برانگیز میداند. در این حال فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد تا هر گونه تغییر در اعلام زمان فهرست نهایی نامزدان را به گونه رسمی اعلام کند. در غیر آن این کار تخطی انتخاباتی تلقی خواهد شد. و شمار تلفات طوفان‌های نیرومند در مرکز فیلیپین به 10,000 نفر رسید. منابع امنیتی این کشور امروز اعلام کردند که از اثر وزش این طوفان‌ها گمان می‌رود که 10,000 نفر جان باختند. در این حال این مقام‌ها افزودند که 80% مناطق مرکزی این کشور از اثر این طوفان‌ها خراب شده و صدها نفر در مناطق آسیب دیده گیر ماندند. از سوی هم راه‌های رفت و آمد و ارتباطات مخابراتی نیز در این مناطق قطع شده است. از همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. شاد و موفق باشید.